ساکنان تخار بر قاردادی تاجیکستان از طرف روس قطع می شود. یک مرد جوان در یک حمله مسلحانه در ننگرهار کشته شد. حنفا به امنی محمد سازمان ملل برای برسمیت شناختن حکومت طالبان همکاری نکرده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می نماییم تا پایین این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را نیز سابسکرایب نمایید. ساکنان تخار برق واردات تاجیکستان از طرف روس قطع می شود. ساکنان شهر طالقان و مرکز ولایت تخار می گوید که برق واردات تاجیکستان به این شهر از طرف روس قطع می شود. به گفته آنان برق تاجیکستان در گذشته 24 ساعت بود، اما در حال حاضر فقط از طرف شب برای ساعت وصل می شود. آنان مدعی هستند که بخش از سم برق تخار از برق تاجیکستان به کابل انتقال داده می شود. کابل نیز پس از قطع برق ازبکستان به افغانستان با کمبود جدی برق مواجه شده است. و همچنان یک مرد جوان در یک حمله مسلحانه در ننگرهار کشته شد. منابع در ننگرهار می گوید که یک مرد جوان در ولسوالی کامی این ولایت در یک حمله مسلحانه کشته و دو کودک زخمی شدند. صابر، یکی از ساکنان این ولسوالی، در گفتگو با رسانه اطلاعات روز است مقتول شکرالله نام برده و گفت که وی شب گذشته چهارشنبه 28 جدی در روستای داربنگ ولسوالی کامی هنگام بازگشت از یک میمونی هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است. و در پایان حنفا به امنی محمد سازمان ملل برای رسمیت شناختن حکومت طالبان همکاری نکرده است. عبدالسلام حنفا، معاون اداری نخست وزیر طالبان، در دیدار با امنی محمد معاون دبیرکل سازمان ملل گفته است که این سازمان در راستای حذف نامهای سران طالبان از لست سیاه به رسمیت شناختن حکومت این گروه و سپردن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان همکاری و توجه نکرده است. دفتر خودما در خبرنامه گفته است که امنی محمد در این دیدار درباره من کار و تحصیل زنان ابزار نگرانی کرده و خواستار بازنگرانی در این تصمیم طالبان شده است. به نقل از این خبرنامه، معاون دیرکل سازمان ملل گفته است که در بخش های مختلف به کار و فعالیت زنان نیز است، بنابراین باید مسائل به وجود آمده از طریق صحبت حل کرده. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.